پیام به ملت ایران، به رئیس جمهور برگزیده مقاومت و اشرف قهرمان. سوم دی ماه 1385. سلام، باز هم با هزار درود و تبریک. آخوندهای دیو صفت سرانجام پس از 15 سال که از نخستین افشاگری مقاومت ایران به مناسبت 30 خرداد 1370 در واشنگتن می‌گذرد، در کوره اتمی به تله افتادند. هنوز فراز و نشیب‌های بسیار باقی است، اما این آغاز پایان اثبات مصالحه ناپذیری فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، بطلان سیاست مماشات با این رژیم، پایان کجدار و مریض با آن و شاخص تعیین کننده ورود رژیم به فاز اضمحلال و سرنگونی است. از این پس رژیم آخوندی یا باید چوب تحریم و تشدید تضادهایش با جامعه بین المللی را بخورد و یا پیاز عقب نشینی و جام زهرهای زنجیره‌ای بعد از آن را. این تازه وقتی است که کماکان بتواند جنگ گرگ‌ها و تضادهای درونی فزاینده خود را کماکان مهار کند و الا هم چوب و هم پیاز را در تقدیر دارد. اما در هر حال قطعنامه، هرچند هم که امروز برای چنین رژیمی کم و ناکافی باشد، ناقوس‌های فاز اضمحلال و سرنگونی را به صدا درآورده است. رژیم نامشروع آخوندی از یک سو به درستی و با تمام وجود حس می‌کند و می‌داند که بدون سلاح هسته‌ای بنیادش برباد و همه محاسباتش نقش براب است. مگر تنها با بمب اتمی بتوان این رژیم زهوار در رفته ضد تاریخی را به تاریخ تحمیل نمود. به همین خاطر پیوسته گفته است که از ترس مرگ دست به خودکشی، یعنی دست برداشتن از سلاح هسته‌ای نخواهد زد. رفسنجانی از فردای مرگ خمینی صراحتاً می گفت که سلاح اتمی ضامن استراتژیکی بقای نظام است، همان نظامی که مجاهدین و مقاومت ایران بنابر وظیفه ملی و میهنی خود در کمال افتخار میهنی و آرمانی خواهان نفی و سرنگونیش بودند و از همین رو افشای طرح‌های این رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی خدمت بزرگی است نه فقط به ملت ایران، بلکه به تمامی خلق‌ها و بشریتی که از دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی و از تروریسم و بنیادگرایی به سطوح آمده است. از طرف دیگر با یک نگاه به ابعاد و حجم تجارت این رژیم با اروپا و روسیه و چین به روشنی میتوان دریافت که تا کجا و با چه قیمتی، البته از کیسه ملت ایران و به بهای فقر و سیه‌روزی این ملت، در این چند ساله از رسیدن به نقطه امروز و اینکه کار به طور جدی به شورای امنیت و صدور قطعنامه تحریم بکشد پرهیز داشت. در این اثنا رگبار کوبنده روشنگری ها و افشاگری های مقاومت ایران که بارها مورد اشاره آژانس بین المللی انرژی اتمی، رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده هم قرار گرفت، امان نمی داد و پیاپی بر بسیج بین المللی علیه ولی فقیه اتمی می افزود. به برخی از آنها اشاره می کنم. افشای تأسیسات اولیه اتمی رژیم در معلم کلایه در سال 1370، افشای خرید کلاهک‌های هسته‌ای از قزاقستان در سال 71 که فشارهای بین المللی متعاقباً مانع از حمل آنها به ایران و رسیدن آنها به دست رژیم گردید، افشای مستمر استخدام متخصصان و کارشناسان چین و روسیه و کره شمالی و مسافرت تیم‌های اتمی رژیم به این کشورها در سالهای بعد در ده ها نوبت.
افشای تأسیسات اتمی نطنز و عراق، یعنی بزرگترین و گسترده‌ترین سرمایه‌گذاری‌های اتمی رژیم در سال 81 که همه محاسبات اتمی آخوندها را به هم زد و به بازدید و تایید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجامید. افشای مهمترین شرکت‌های دست‌اندرکار تولید و وارد کردن تجهیزات و مواد ضروری برای پروژه‌های اتمی در بهمن 81 و مرداد و شهریور 82، از جمله کالا الکتریک در آبعلی که به عنوان کارخانه ساعت سازی ثبت شده اما مرکز مونتاژ و تست سانتریفوژها بود و در بازدید بازرسان آژانس ذرات بسیار غنی شده اورانیوم در آن کشف گردید. افشای مرکز لویزان شیان در اردیبهشت سال 82 که یک مرکز بسیار حساس اتمی رژیم بود و رژیم بلادرنگ به تخریب و حتی تعویض خاک آن مبادرت کرد. افشای سایت لشکرآباد و شرکت پوششی آن در خرداد 82 و همچنین در آبان 83 که در بازدید آژانس معلوم شد یک مرکز غنی‌سازی با تکنولوژی لیزری است. افشای نقش ویژه سپاه پاسداران در پروژه‌های اتمی که به وضوح حاکی از هدف‌ها و کاربرد نظامی این پروژه‌ها بود در آبان 82 و همچنین افشای انتقال 400 تن از دست‌اندرکاران پروژه‌های اتمی به صنایع نظامی در اردیبهشت 83، افشای مرکز اتمی مخفی در تونل پارچین که روی غنی‌سازی از طریق لیزر متمرکز بود در فروردین 83، افشای مرکز لویزان 2 که بسیاری از تأسیسات اتمی از لویزان شیان به آن منتقل شده بود در آبان 83، افشای صنایع موشکی همت در ارتباط با ساختن کلاهک‌های اتمی و شیمیایی در آذر 83، افشای پروژه تهیه پولونیوم 210 و بریلیوم برای ساختن چاشنی‌های بمب اتمی در بهمن 83، افشای گزارش محرمانه مجلس رژیم آخوندی که نشان می‌داد مجلس رژیم آخوندی بعد از افشاگری مقاومت از وجود سایت‌های نطنز و عراق مطلع شده است در فروردین 84، افشای تولید و وارد کردن گرافیت مورد نیاز در بمب اتمی در اردیبهشت 84، افشای واردات و تولید فولاد بسیار سخت موسوم به مراجینگ برای ساختن بدنه بمب و استفاده در سیستم‌های سانتریفوژ در تیر 84، افشای ساختن 4000 سانتریفوژ آماده کار در مرداد 84، افشای طرح و برنامه رژیم برای قاچاق کردن تریتیوم از کره جنوبی برای بالا بردن قدرت انفجار هسته‌ای در شهریور 84، افشای تونل سازی‌های رژیم در مراکز نظامیش برای پنهان کردن مواد و تجهیزات در شهریور 84، افشای واردات دستگاه‌های پرس بسیار سنگین برای شکل دادن اورانیوم غنی شده در بمب در بهمن 84، افشای پروژه تولید سانتریفوژهای موسوم به پیدو در مرداد 85، افشای فعال کردن مجدد پروژه‌های غنی‌سازی لیزری در شهریور 85. حال بگذارید که آخوندهای ضد بشری که از این پس باید پای لرز اتم و لیزری که خورده‌اند بنشینند، به مصداق امت نالان با همه مزدوران به همدستانشان برای عقب مانده ترین و کودن ترین مخاطبان خود مار بکشند و یقه بدرانند که گویا مجاهدین این اخبار و اطلاعات و روشنگری ها را نه از مردم و هموطنانشان بلکه از اسرائیل و آمریکا گرفتند. بر سر چهار راه استراتژیک نظام از این لطایف بسیار است. دیروز در جریان جنگ 8 ساله ضد میهنی بر اسب سفید امام غایب ظاهر می کردند تا فریاد قدس قدس از طریق کربلا بکشند، و اکنون امام زمان مسئول نور پردازی و حاله نور پاسدار لومپن هزار تیر در صحن مجمع عمومی سازمان ملل هم شده است. جواب این ترهات را مردم کوچه و بازار از سالها پیش
در زمان دجال زهر خورده خوب دادند. ایران شده اسپانیا، مهدی بیا، مهدی بیا. اما ترفند حیرت‌آور آخوندی برای ردگم کردن در سالهای گذشته، فرافکنی پنهان کردن تسلیحات کشتار جمعی بر روی عراق و مجاهدین بود. پس از جنگ کویت، ما نخستین بار از اینجا به فکر افتادیم که رژیم باید چیزی در سر داشته باشد که بلندترانی و خبرسازی درباره مخفی کردن تسلیحات کشتار جمعی و تجهیزات شیمیایی و میکروبی و اتمی و موشکی در قرارگاه‌های مجاهدین پرداخت. بنابر تجربه‌ها و سوابق آزموده پیشین می‌دانستیم که رژیم آخوندی هرگاه چیزی را به مجاهدین و مقاومت ایران نسبت می‌دهد، قبل از هر چیز می‌خواهد آن را از خودش دور کند. خمینی در سال 59 می‌گفت که خودشان را شکنجه می‌کنند و می‌کشند و بعد به گردن ما می‌اندازند. پس معلوم بود که رژیم فقط از سر افترا و تهمت نبود که مجاهدین را هدف قرار می‌دهد. به همین خاطر نخستین علامت برای ما فرافکنی‌های رژیم بود که باید می‌دیدیم در پس آن چه چیزی در سر دارد. اگر روزنامه‌های رژیم را در سال‌های 70 به بعد دیده باشید، به خصوص در آبان سال 71 و مهر و شهریور 73 و آذر و بهمن 77 مملو از این دروغ پردازی هاست. بعد از 11 سپتامبر دیگر بسیج فرافکنی و دروغ پردازی های رژیم ابعاد سرسام‌آوری به خود گرفت، به نحوی که فقط ضمن 3 ماه ما ناگزیر 120 تکذیب نامه رسمی برای روزنامه‌های اروپا و آمریکا و کانادا در همین رابطه ارسال کردیم. کاش روزنامه اوتاوا سیتیزن 17 نوامبر سال 2001 را می‌دیدید که مزدوران رژیم تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین در آن با رسم نقشه و آدرس‌های دقیق ادعا کردند که قرارگاه‌های مجاهدین و به خصوص قرارگاه اشرف و غارهای زیرزمینی آن انبار مخفی سازی تسلیحات کشتار جمعی عراق است. مضحک این که مزدوران رژیم اعلام کرده بودند از آنجایی که احساس کردیم مجاهدین امروز به خطری برای صلح جهانی تبدیل شده اند دست به این افشاگری ها زده ایم. کار به جایی رسید که در روز 30 آذر سال 1377 در اوج یکی از بحرانها و در جریان موشکباران 4 روزه عراق در آن روزگار، وزیر ارشاد دولت آخوند خاتمی به صراحت در برابر خبرنگاران ادعا کرد یکی از جدیترین احتمالها این است که مراکزی که در اختیار منافقین هست در عراق از جمله مراکزی است که سلاح‌های کشتار جمعی را حکومت عراق در آنجا پنهان کرده است. از این پیشتر رادیو و تلویزیون و مطبوعات و خبرگزاری رژیم بی محابا، البته در کمال وقاحت و دروغ پردازی، ادعا می کردند که بازرسان آنسکام در قرارگاه‌های مجاهدین دستگاه‌های جنگ میکروبی و تجهیزات شیمیایی پیدا کردند. حتی سلطنت طلبان استخدام شده توسط رژیم در آن روزگار در روزنامه‌هایشان می‌نوشتند بمب‌های شیمیایی عراق در قرارگاه‌های مجاهدین پنهان است. و در طول بازرسی‌های نمایندگان سازمان ملل متحد از بغداد، عراقی‌ها بمب‌های شیمیایی را سوار کامیون‌ها می‌کردند و آنها را بین پادگان‌های مجاهدین در رفت و آمد نگه می‌داشتند. بگذاریم که بازدید بازرسان سازمان ملل ام از آنسکام و آنموویک از قرارگاه‌های مجاهدین نه تنها بی اساس بودن دعاوی رژیم آخوندی را به اثبات رساند، بلکه آنها بارها بر استقلال مجاهدین و قرارگاه‌هایشان گواهی دادند و تأکید کردند که دولت عراق هیچ کنترل و نفوذی بر مجاهدین و قرارگاه‌هایشان ندارد و سازمان مجاهدین مستقیماً طرف حساب سازمان ملل است. شگفتا که رژیم ارتجاعی و دشمنان دیروز مصدق امروز در حضیض وقاحت حتی به خود جرأت می‌دهند که آنچه را که صرفاً در خدمت بقای حکومت ضد ملی و فاشیسم مذهبی است، با ملی کردن صنایع نفت توسط پیشوای نهضت ملی ایران نیز دجالانه شبیه سازی کنند. موسیقی
در هر حال اکنون نبرد ملت و مقاومت ایران با فاشیسم مذهبی حاکم در زمینه هسته‌ای به مثابه ضامن بقای استراتژیک این رژیم به نقطه تعیین کننده ای رسیده است. 4 سال پیش در آستانه شروع جنگ در عراق در 22 بهمن 1381 به استحضارتان رساندم: بگذارید رژیم و همگنانش هر چه می‌خواهند به این همانی نیروی رزمنده این مقاومت با عراق و غیر عراق بپردازند. هر چه می‌خواهند ترس و بن‌بست و درماندگی و بدفرجامی خود را بر روی این مقاومت فرافکنی کنند. هر چه می‌خواهند از جنگی که می‌گویند در عراق در خواهد گرفت بترسانند و هر چه می‌خواهند دخیل ببندند و خواستار هدف قرار دادن و بمباران مجاهدین در اثنای جنگ محتمل با عراق شوند. ما باز هم به رژیم می‌گوییم شتر در خواب بیند پنبه دانه. این حرف از سر خوشبینی و ساده لوحی نیست. ساده اندیشی برای مقاومتی با 120 هزار شهید که بیش از 20 سال را بی وقفه در آتش و خون سپری کرده است موضوعیت ندارد. البته همه خطرات مثل همیشه ممکن و متصور است، اما ریسک و خطر یک چیز است و تاریخچه و مسیر و قانونمندی های مبارزه آزادی بخش با رژیم آخوندی چیز دیگری است. آخر جنگ ما از روز نخست تا به آخر با رژیم ضد انسانی ولایت فقیه به عنوان غاصب حق حاکمیت مردم ایران بوده و هست و خواهد بود ولا غیر. هدف از آمدن به عراق و استقرار در مجاورت خاک میهن نیز همین بوده و هست و خواهد بود ولا غیر. بنابراین از آنجا که در 2 دهه گذشته مقاومت ایران جز با دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران با کس دیگری سر جنگ و خصومت نداشته و ندارد، پرواضح است و در تجربه 2 دهه هم به اثبات رسیده است که هر گونه برچسب و خصومت و جنگ علیه مجاهدین و مقاومت ایران، هم از داخلی و منطقه‌ای و بین المللی، برای استمالت و خوشامد و تقویت آخوندهای حاکم یا جناحی از آنها بوده است. یعنی در هر گونه کنش و واکنش داخلی و منطقه‌ای و بین المللی با این مقاومت، مدار سیاسی بلا شک و بدون شکاف با رژیم آخوندها بسته می شود. نتیجه این که برخلاف آنچه رژیم می خواهد وانمود کند، هر گونه برخورد با مقاومت ایران، هم از منفی و مثبت، از جانب هر کس و هر نیرو و هر دولت، تابع معادلات ایران و رژیم حاکم بران است و از ظرف مکانی و معادلات جغرافیایی تأثیر عمده نمی پذیرد. پس سرنوشت این مقاومت به طور قانونمند در ارتباط مستقیم با رژیم آخوندی و سرنوشت مردم ایران رقم می خورد. این سرنوشت را با همه مخاطرات آن از ربع قرن پیش با شعار مرگ بر ارتجاع زنده باد آزادی در مصاف با استبداد مذهبی آگاهانه و آزادانه پذیرفته و خود داوطلبانه فعالانه و با تمام قوا آن را رقم زدیم. بهای آن را هم هرچه سنگین و خونین پرداخته و باز هم خواهیم پرداخت و این جز بر شرف و افتخارمان نمی افزاید. حالا هر کس که کمر راست و سر بالا و چشم باز کند به وضوح در می یابد که این رژیم است که 100 بار بیشتر نسبت به تحولات آینده نگران و ترسان است. اگر مجاهدان و رزماوران آزادی همچون همیشه آگاهانه برای آزادی مردم و میهنشان در خطر جان باختن و شهادت هستند، آخوندها به جد در معرض باختن حاکمیت خود هستند. سنت تکامل، حکم تاریخ و اراده سترگ ملت ایران و فرزندان رشید این مرز و بوم بر سرنگونی و سلب حاکمیت از آخوندهای پلید تعلق گرفته است.
و اکنون میبینید که آخوندها در فاز انحلال و سرنگونی به جد در معرض باختن حاکمیت خود هستند و سنت تکامل و تاریخ و اراده سترگ ملت و فرزندان رشیدش بر همین تعلق گرفته است. مهمترین درس رژیم ضد تاریخی و ضد بشری ولایت فقیه از تجربه افغانستان و عراق این بود که بر دستیابی به سلاح اتمی به عنوان تنها ضامن استراتژیکی بقا بیش از پیش پای بفشارد. در غیر این صورت به گفته خامنه‌ای زنجیره‌ای تمام نشدنی از جام زهرهای بعدی را به دنبال خواهد داشت و بنابراین مسیر غیر قابل برگشت است. پاسدار احمدی نژاد در همین باره گفت: یک قدم عقب نشینی به معنی برباد رفتن تمام موجودیت و هستی ماست. پاسدار رحیم صفوی سرکرده سپاه ارتجا هم در 28 مهر به نحو ساده تر و روشنتر افزود: ما در یک شرایط بسیار سرنوشت ساز قرار گرفته ایم. بیگانه ها دور ما حلقه زده و امنیت ما را در خطر قرار دادند. حقیقت این است که ماجراجویی های رژیم در لبنان و فلسطین و سومالی نیز که به قول خودش عمق استراتژیک جبهه اوست، خط بستن پیش دستانه برای ممانعت از رسیدن موج تغییر و سرنگونی به مرزهای ایران و داخل ایران است. اگر با یک رژیم تثبیت شده با پایه‌های توانمند اقتصادی و اجتماعی مواجه بودیم، هیچ نیازی به این چیزها نداشت. نمودهای ماجراجویانه سرپوش ضعف‌های ماهوی و نوعی فرار به جلوست. پایه و اساس رژیم آخوندی بر مفتخوری و فرصت طلبی است. گمان می‌کند حال که آمریکا افغانستان و عراق را گرفته و سلاح‌های اپوزیسیون مسلح رژیم یعنی مجاهدین را هم گردآوری کرده است، پس فرصت را باید مغتنم شمرد. در سراسر منطقه به تهدید و تروریسم و شانتاژ پرداخت و بر طبل‌های اتمی و عراق کوبید، اشتباهات سیاست آمریکا را به کیسه خود ریخت و باد ابرقدرتی و ترسیم مجدد نقشه جهان به غبغب انداخت، عمامه را کج گذاشت و با کاتیوشا و خمپاره‌زنی کور و بمب‌های جهنده در کنار جاده‌ها در این منطقه از جهان نفس کش طلبید. رژیم فکر می‌کند که به این وسیله می‌تواند از موضع قدرت جامعه جهانی را به پای میز مذاکره و قبول موجودیت رژیم ولایت فقیه به همین صورتی که هست بکشاند و شرایط خود و هژمونیش بر منطقه را بقبولاند. لیکن این توهم اکنون نقش براب شد. سرانجام در پی همان ضامن استراتژیکی بقا که همان بمب عمامه پیچ اتمی باشد به دام افتاد و به قول خودش از ترس خودکشی به مرگ طبیعی رضا داد. البته ما هیچ مخالفتی نداریم که رژیم عقب بنشیند. در این صورت همان جام زهرهای زنجیره‌ای و برباد رفتن تمام موجودیت و هستی پیش روی رژیم است، با حلقات پیچ در پیچ خطر که امنیت و سراپای رژیم را در بر گرفته است. اینجا جایی است که به گفته علی: از لا ورد و لا صدر، یعنی استبداد وحشی و لجام گسیخته آخوندی نه راه پیش دارد و نه راه پس. پس باید ماجراجویی و شلنگ تخته های بیشتری را هم در دوران احتضار و سرنگونی انتظار داشت. قیمتش را هم مردم ایران با تناب دار و حلقاویز در ملای عام و مردم و جوانان عراقی با هفته هزار سر بریده و بدنهای مسله شده با دریل و مته و دستگاه فرز می پردازند. در این اثنا تهی دستانی هستند که برای قوت لایموت در کنف همین گونه عدالت و رأفت و مهرورزی دختران خود را هم می فروشند یا اجاره می دهند. وای بر سنگ دلان دین فروش. و شگفتا از حامیان
و گروه های فشاری که در کشورهای مختلف از چنین رژیمی پشتیبانی می کنند. در همین وضعیت دم از قدر قدرتی رژیم و ضرورت مذاکره با آن می زنند. بگذاریم که مردم ایران پس از 28 سال به خوبی آزمودند و می دانند که هدف از این گونه تحلیل های مسخره ادامه مماشات و ادامه اختناق مذهبی حاکم بر ایران به بهای درد و رنج و فقر و گرسنگی مردم ایران است. هرچند که روزگار مشاطه‌گری چنین رژیمی یک دهه پس از آن همه دود و دم بیهوده برای اصلاحات و اصلاح طلبی پوشالی آخوند خاتمی به سر آمده است. اما علارغم همه قدرت نمایی های پوشالی رژیم و عربده های غنی شده منطقه‌ای و بین المللی آن، وای به روزی که رئیس جمهور مقاومت چند هزار کیلومتر دورتر از ایران به پارلمان اروپا یا بلژیک یا نروژ برود یا سخنرانی و مصاحبه‌ای بکند. وای به روزی که ماهواره‌ای در این سو یا آن سوی جهان برنامه‌ای از مجاهدین و مقاومت ایران پخش کند. وای به روزی که عراقیان در بغداد جلسه‌ای در حمایت از مجاهدین بگذارند. آن وقت ابرقدرت عمامدار منطقه به ناگهان از کوره در می رود و در یک آن دچار جنون می شود. آنچنان که روی آتش به سیخ کبابش کشیده باشند جلز و ولز می کند و آنچنان که گویی شیشه عمرش در معرض شکستن است از زامن خارج می شود. یقه چاک می دهد، بر سر و رو می کوبد، تهدید می کند، کف بردهان می آورد، دشنام می دهد، راجع به اینکه تروریست خوب و بد وجود ندارد موعظه می کند، تهدید به قطع تمامی روابط و مناسبات اقتصادی و سیاسی و اخلاقی و غیر اخلاقی می کند. در یک کلام به کلی رم می کند، به همه جا چنگ می اندازد و به در و دیوار سر و سم می کوبد. راستی آن اتم و لیزر و سانتریفوژ و اورانیوم غنی شده و جشن هسته‌ای و ورود به باشگاه اتمی کجا و این همه ذلت و نکبت و دریوزگی در قبال مجاهدین و مقاومت ایران کجا؟ آری، این همان لحظه و رابطه ضروری ناشی از ماهیت شیء است که قانونمندی یک موجودیت عقب مانده ضد تاریخی را فرموله می کند. درست در همین لحظه است که نقطه ضعف درمان ناپذیر هیولا به کریه‌ترین و در این حال روشن‌ترین صورت بیرون می‌زند. از طریق نشریات سپاه تروریستی قدس در عراق خواستار اعدام دست جمعی یا لااقل اخراج مجاهدین از عراق می‌شود. سفیرش در فرانسه رسماً ادعا می‌کند که پول مجاهدین را آمریکا و اسرائیل می‌دهند. مذاکرات اتمی با سولانا را به خاطر دعوت پارلمان اروپا از رئیس جمهور مقاومت قطع می کند. نمایندش در پارلمان اروپا تهدید می کند که 25 میلیارد دلار تجارت با ما را از دست خواهید داد. به فرانسه اعتراض می کند که چرا قضاتش را سریال مانند قاضی مرتضوی و محمدی گیلانی یا لاجوردی تربیت نکرده تا رأی خلاف شرع ولایت ندهند. آیت الله قاسمی و بسیاری شخصیت‌های دیگر را در عراق به جرم حمایت از مجاهدین ترور می‌کند. درب وزارت خارجه عراق را از پاشنه می‌کند، آنقدر که مقامات عراقی رسماً می‌نویسند هیچ دیدار و هیچ برخورد و هیچ سفر و هیچ گفتگویی بین ما و نمایندگان حکومت ایران نیست که طرف ایرانی موضوع مجاهدین خلق را مطرح نکند. می‌بینید که هرچند مجاهدین خلع سلاح و محصور هم باشند و هرچند که آذوقه و سوخت و دارویشان هم قطع شده باشد، برای رژیم فرقی نمی‌کند. گویا که شیشه عمر دیو از همین جاست که می‌شکند. این است شاخص راهنمای تغییر دموکراتیک و راه حل سوم در ایران که مریم پرچمدار آن است و رژیم با واکنش‌های دیوانه‌وار به مصداق شناخت اشیا با ازدادشان خودش ناخواسته به آن گواهی می‌دهد. رژیم آخوندی از هیچ چیز بیشتر از این نمی‌هراسد
تغییر به دست مردم ایران و مقاومت مردم ایران و مجاهدین خلق ایران و رزماوران آزادی ایران. بگذارید بدون ذره‌ای مبارکه تصریح کنم، ما به جامعه بین المللی و به آمریکا و اروپا راه حل مریم را پیشنهاد می‌کنیم. این راه حل نه فقط مطلوب ما و ملت ما، بلکه نیاز مبرم خود آنها و ملت‌های آنها هم هست، زیرا که صلح و امنیت و دموکراسی و حقوق بشر و ثبات و سازندگی و دوستی و یک ایران غیر اتمی و همکاری و توسعه اقتصادی را در این منطقه از جهان پیشنهاد می کند و به قوانین و کنوانسیون های بین المللی احترام می گذارد. اکنون که روزگار مماشات و استمالت از آخوندها به بهای سرکوب ملت و مقاومت ایران و به بهای پایداری شگفت فرزندان رشید این مرز و بوم مفتضح شده و بلا جواب مانده است، تأکید می کنیم که دخالت نظامی نه لازم است و نه گره گشا. بگذارید مردم ایران خود با این رژیم که بانکدار مرکزی و پدرخوانده تروریسم بین المللی و کانون صدور بنیادگرایی است تعیین تکلیف کنند. سیاست سنگ آن هم سنگ صبور را بستن و سگ آن هم سگ هار را گشودن و استمالت کردن دیگر چاره ساز نیست. به خلق محبوب و در زنجیرمان به ویژه جوانان مجاهد و مبارز و دانشجویان و محصلین هم میگویم که زمان برخاستن است. امیلیانو زاپاتا گفت بهتر است ایستاده بر پاهایمان بمیریم تا بر روی زانوانمان زندگی کنیم. هیهات من نزله. اصل حرف این است که کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. به قهرمانان ایستاده در اشرف بنگرید که بزرگترین حماسه پرشکوه پایداری را در 100 سال اخیر در تاریخ ما رقم زدند. می توانیم و باید که همین حماسه را در جای جای میهن بگستریم. هیچ کس در هیچ شرایط و در هیچ سن و سالی نیست که کاری از او برای آزادی میهن بر نیاید. همه می توانند یار و غمخوار و مددکار باشند و به این بیندیشند که از آنها چه کاری و چه کمکی و چه خدمتی در این مسیر ساخته است. از امیر خیز تا اشرف، از دلیران تنگستان تا مجاهدان جنگل و سربازان نهضت ملی، همه از دامان همین خلق و همین میهن برخاستند. آزادی حق مسلم ملت ماست. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان آزادی و مقاومت ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. و شما آهای بچه های اشرف خوب گوش کنید. 1. مبادا در اثر پیروزی هایتان مغرور شوید. خدا را به فضیلت مقاومت و نعمت صبر و شکوه پایداری که به شما ارزانی داشت نماز شکر بگذارید. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. 2. بر تعهدات و مسئولیت و هوشیاری خود بیفزایید و برای آزمایش هایی که پیش رو داریم آماده تر شوید. 3. خیشتن خیش و یک دیگر را گرامی و پرارج بدانید و از کم و کاستی های پیشین در خود و هم رزمانتان بگذرید. 4. مثل همان زمان که گفتم شلیک نکنید، یا سلاح ها را که عزیزتر از جانتان بود بدهید، اکنون هم هیچ بی انضباطی و کج خلقی و بی حوصلگی و نافرمانی نشان ندهید
و به اقدامات خود به خودی دست نزنید. 5. عهد صدق و فدا را با خود و خدای خود و خلق در زنجیرمان تجدید کنید و از خدا مصرانه بخواهید که ننگ جفا و پیمان شکنی و پشت کردن و خنجر و خیانت را هرگز بر شما نپسندد. گرد ذلت و پریشانی بر پیشانی شما هرگز ننشیند و هر گونه مقهور و مرعوب دشمن ضد بشر شدن را از قلب و روحتان بزداید. 6. خواهران شورای رهبری و در رأس همه سردارتان مژگان و مسئول اول سازمان صدیقه را که والاترین هدایای مریم هستند پاس بدارید و حرف برادران مسئول و ارشد را به گوش جان بشنوید. 7. قدر حمایت بیکران و بیچشم داشت مردم عراق را هرچند دردمند و رنج دیده و تهی دستند بدانید و از نام نیک مجاهدین خلق ایران در میان آنها نگهبانی و حفاظت کنید. سلام بر شریفان و آزادگانی که ما را جزئی از خانه و خانواده و عشیره و جامعه خود تلقی کردند و در سخت ترین شرایط به دفاع از جان و مال و ناموس و آبروی مجاهدین میثاق بستند و در برابر توطئه ها و رگبار تهمت و افترای رژیم آخوندی و مزدورانش سینه سپر کردند. 8. همچنین خود را تا به ابد مرهون لطف و حمایت مردم ایران و یکایک هموطنان من در گوشه و کنار جهان بدانید که شما را گرامی داشتند، رسمتان را ستودند و شهرتان را شهر شرف خواندند. آنان که از تبریز و تهران و اهواز و کرمانشاه و کردستان و از استرالیا تا شرق و غرب آمریکا و قلب اروپا و کشورهای مختلف آسیا نگران حال و احوال شما بودند، نبضشان با شما تپید و به هر میزان که می توانستند قدمی برداشتند، به دمی یا درمی یا قلمی و یا با شعر و قصیده و حتی یک دعا و یک قطره اشک یا آهی گرم از سر شوق و صفا همدلی و همراهی کردند. آنها که برای شما فریاد زدند، خروشیدند، مشت گره کردند و هنوز هم ما هاست که برای دفاع از حق پناهندگیتان در تحصن به سر می برند. بار خدایا به تمام آنها جزای خیر و پاداش مضاعف عطا کن. 9. به خوبی می دانید که در آینده هم مانند گذشته به میزانی که کار کنیم و از خود مایه بگذاریم پیش می رویم و خلق من را هم به سوی آزادی پیش می بریم. پس بر این مایه و سرمایه باید افزود. مبادا فردای روزگار افسوس بخوریم که چرا فلان کار لازم را نکردیم یا راه حل بهمان مشکل را در تلاش جمعی برای یافتن راه حل پیدا نکردیم. 10. شما، همگی شما، تک تک شما، مؤسسان مقاومت رهایی بخش در دوران انحلال و سرنگونی، یعنی دوران فنای فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران هستید. کاغذی بردارید و تعهدات و کارایی های خود را در این مرحله علی رغم همه محدودیت ها یک به یک فکر کنید و بنویسید تا روشن شود که چه توانایی ها و کارایی های ارزنده ای دارید. اگر توانمندی ها و تعهدات معین و مکتوب شوند، این مؤسسان در مجموع دریای سرمایه و توانمندی است. در این صورت من هم هفت آسمان را بردارم، از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری
در جان سرگردان من. سلام بر خلق، سلام بر آزادی، سلام بر مریم، سلام بر اشرف. قربانتان مسعود، سوم دی 1385.